ویدیو فارسی تقدیم می کند. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام. سلام بر شما دوستان عزیز من، خانواده های محترم و ارجمند، بینندگان محترم شبکه جهانی نور. امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه و آماده باشین تا با هم برنامه دیگری از سری برنامه‌های گفتگوی خانواده رو داشته باشیم. همچون جلسات گذشته، مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر ناطق‌پور در اینجا هستن. آقای دکتر سلام بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام عرض می‌کنم و با نام و یاد خدای مهربان برنامه رو شروع می‌کنیم و امیدوارم که برنامه‌ها تا کنون برای عزیزان بینندمون مفید واقع شده باشه و انشالله ما رو بیش از پیش با نظراتشون آشنا کنن، بتونیم برنامه رو آنچه که مطابق ذوقشون هست بیشتر پیش ببریم انشالله. آقای دکتر، جلسات گذشته ما در مورد مثبت اندیشی صحبت کردیم، بحثی که بسیار مفید هست و برای همین این بحث رو داریم ادامه میدیم. آخر جلسه گذشته اگه خاطرتون باشه در مورد رابطه مثبت اندیشی و وجود یه بحثی رو شروع کردیم که متاسفانه وقت نبود. اگر که موافق باشین یه مقدار در مورد این مسئله صحبت بکنیم. بله، عرض شود اونجور که من خاطرم میاد در پایان جلسه گذشته یک مثالی زده شد به این که گاهی اوقات از روانشناسان این مثال نقل شده که خیلی گفته میشه که بعضی ها نیمه خالی لیوان رو میبینن، بعضی ها نیمه پر لیوان رو میبینن. و بحث در این بود که آدمهایی که مثبت اندیشن نیمه پر رو میبینند و آدمهایی که منفی نگر هستن نیمه خالی رو میبینند. یه بحث خیلی مختصر ساده فلسفی هم بحث کردیم که اساساً با توجه به این که وجود شرافت بسیار بالایی داره، حتی ذره ای هم از وجود باشه قابل اعتنا و توجه در کنار بخش عمده ای از عدم، یعنی عدم قطعاً در برابر وجود جایگاهی نداره. پس ذره ای از وجود باز هم میچربد بر انبوهی از عدم. حالا کلمه انبوه هم بازم برای فقط تقریب ذهن میگم و الا شاید صحیح نباشه. عدم عدمه دیگه، انبوه نداره. اتفاقاً من میخوام این نکته رو خدمت دوستانی که میخوان در واقع سعی کنند تغییراتی توی رفتار و ذهنیاتشون بدن عرض کنم. ببینید، کسانی که اصولاً به امور منفی فکر میکنند به امور عدمی اصلا میاندیشند. امور منفی جز امور عدمی هستند، به خصوص که در زمان گذشته هم اتفاق افتاده باشند. مثلا فرض کنید کسی در گذشته یک شکستی براش حاصل شده باشه. اولا که خود شکست از امور منفی است، عدمه و شکست بوده، در واقع چیزی اضافه نکرده. ثانیا در گذشته بوده که ما فات مضا، گذشته رفت، تموم شد. خب کسی که میشینه دائما به گذشته فکر میکنه، در واقع زمان حال را که وجود هست، فکر را که وجود هست، خودش رو که وجود هست، در اختیار گذشته که عدم هست یا امر منفی که تموم شده عدم هست قرار میده. این خودش تضاد اصلا. این تضاد نتیجهش میشه استراب. کسانی که دائما میشینند فکر میکنن چرا ما این کار نکردیم، به گذشته حسرت میخورند. خیلی اتفاق میفته. خیلی اینجوری هستند. اگر من اون معامله رو انجام داده بودم تمام بودا. اگه من به اون آقا جواب مثبت داده بودم الان زندگیم این نبود. اگه من اون با اون دختر خانم ازدواج کردم زندگیم این نبود. اگه ما اون مدرسه بچه‌مون رو گذاشته بودیم اینجوری نمیشد. اگه ما این سفر رو رفته بودیم اینجوری بودا. ما اگر اون خونه رو خرید. همه اینها جزء مقوله های عدمه. اصلا دیگه نیست. نیست دیگه، اگه بود که در اختیارتون بود، نیست. خب اما ما وجود رو داریم به کار میگیریم، قوامون وجودیه دیگه، یعنی الان هست، at present time الان هست، در حال حاضر ما قوای وجودی رو به کار میگیریم. برای چی؟ برای اینکه یک جریانی رو که در عدم هست تحلیل کنیم. خب معلومه حس عدم حس منفیه، حس امر منفی بازم منفیه، در حالی که وجود امر مثبته. خب شما وجود امر مثبت رو در عدم یا امر منفی گذشته قرار میدید، حالت منفی بهمون دست میده، در این شکی نیست. آقای دکتر آینده چی؟ یعنی
خیال پردازی نسبت به آینده، اونم جزء عدم دو تا بحث، یک خیال پردازی فرمودید، یک اندیشه به آینده، آینده نگری، اینا با هم تفاوت داره. روانشناسان اجتماعی یک بحث خوبی دارند و بحث میکنند از اینکه رفتارهای هیجانی انسان بخشش اختراعی است، بخشش انفعالی. یعنی چی؟ مثل تخیل. تخیل دو نوعه، یک نوع تخیل است که من اراده میکنم، در کنترل منه و برای من هدف داره و فایده داره. یک نوع تخیل هست که من در اختیارش قرار میگیرم. میگه شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. یعنی من دارم تخیل میکنم برای آیندم، ولی میرم توی خیالات آیندم. چگونه میرم توی خیالات آیندم؟ از ناکامیای گذشتم. من در گذشته خونه رو میخواستم بخرم، مثلا نخریدم، از دستم رفت، الان این خونه سود زیادی داره، زندگیمو گرفته. یک امر گذشته عدمی زندگی وجودی منو گرفته، همیشه تو استرابم. خب میخوام همشونو جبران کنم، یعنی یه خونه ای در آینده بخرم. پس در گذشته عدمی سیر میکنم، اون گذشته عدمی رو در آینده دارم ایجاد میکنم، زمان حالا از دست میدم. یعنی این نوع میشه تخیلای غیر انفعالی، غیر اختیاری، یعنی انفعالی. یعنی آدم همش میره توی خیالات و توی خیالاتش داستانهایی داریم که تو ذهنش میگفت من نمیدونم یه مرغ میخرم، مرغ میارم، نمیدونم تخم میکنه، تخم رو جمع میکنم، با هم تو سبد میذارم، بعد میریم، بعد اگه کسی اومد با من بعد میبرم میفروشم، پولدار میشم، اگه کسی اومد حرف بزنه با این چوب میزنم، با چوب زدم، دید که با همون تخم مرغم زد شکست، تخم مرغ رو. این میشه خیالاتی که در اختیار انسان نیست. قوه تخیل یک قوه بسیار مفیدیه، از قوای وهمیه، شهویه، غضبیه و عقلانیه که علمای اخلاق میگن. قوه وهم و تخیل قوه قابل استفاده است. انسان با قوه تخیل میتونه زیبایی بده، لطافت بده به خیلی چیزا، اندیشهشو سیلان بده، آرام کنه، لطیف کنه. اما این هم محدوده داره. درسته. در اختیار انسان باید باشه. به همین دلیل میگن قوه عقل بر قوای غضب، شهوت و وهم سلطه داره. غضبی که در اختیار عقل نباشه افراط و تفریطه. شهوتی که در اختیار عقل نباشه به اصطلاح افراط و تفریطه. وهمی هم که فرمودید در اختیار عقل نباشه همینه. حالا عقل چیست؟ یک عقل درون انسانه، یک عقل بیرون که همون هدایت و راهنمایی هاست. هر دو در کنار هم به انسان میگن شما اینجوری عمل کن. یعنی قوه فکر، ماده فکر، عقل منطق درونی در من وجود داره و این از طریق هدایت بیرونی علما، صلحا، به خصوص دین و مطالب به مفاهیم مذهبی و راهنمایی و دستورات مذهبی انسان رو هدایت میکنه. راهنمایی و ارشادها اینا رسولان بیرونی هستند دیگه برای عقل. عقل درون هم اینو میگیره. خب نکته اصلی که ما تو این بحث بهش توجه میکنیم این است که خیلی ها شاید این تحلیل رو شاید مثلا به نوعی دیگری تو ذهنشون بوده که وقتی شما از وجود در تبیین عدم استفاده میکنی اصلا خودش منفیه، خودش انرژی منفی میاره، چون وجود از مقوله های مثبت حضور داره، عدم از مقوله های منفی رفت. ما فات مضا و ما سیأتی که فعین، گذشته رفت، تمام شد، آینده هم نیومده، کجاست؟ قم فاغتنم الفرصت بین العدمین، برخیز و فرصتی را که الان در بین دوتا عدم، عدم گذشته و عدم آینده رفت، استفاده کن. بسیاری از ریشه های منفی نگری ما یا منفی اندیشی ما در همین به خدمت گرفتن یا قربانی کردن وجود، لحظه، زمان حاضر و فکر به بهای گذشته و منفی هاست و عدمه. و این نتیجه میشه استراب. استراب هم نتیجهش میشه رفتارهای منفی در پی هم. به تعبیر روانشناسان ریشه بسیاری از منفی نگری های ما استراب ماست. برای اینکه استراب موجب می شود که انواع ناراحتی ها مثل افسردگی، مثل هیستری، فرض کنید مثل ناراحتی دیگه به وجود میاد، به هم ریختگی شخصیت و همین امور منفی هست. در حالی که ریشه استراب از کجاست؟ از یک واقعی که اصطلاحا در علم روانشناسی بهش میگن کانفلیکت، یک تضاد، یک تعارض. یعنی همون که یه بار عرض کردم ضریب انتظار میره بالا، تحقق پیدا نمیکنه، اینجاست که تضاد به وجود میاد، ضریب سازگاری میاد پایین. در منفی نگری همینه. منفی نگری این است که انسان یه تضادی که به وجود میاد، کانفلیکت، منجر به استراب میشه. ما بدون ریشه‌یابی کنیم این تضادها کجا هست
و چگونه میتوانیم اولا تضادها رو جلوشون رو بگیریم و اگه به وجود میاد چگونه تبدیلش نکنیم به اضطراب، یعنی مانع بشیم تبدیل بشه به اضطراب. مثلا شما فرض بفرمایید کسی که فرضاً برای کار میخواد اقدام بکنه، خب برای کار اقدام کردن خب انتظار این داره که برایش کار رو بدن، ولی باید دو وجه نگاه کنه، انتظار رو که داره حتما انتخاب بشه، میتونه این پیش بینی رو بکنه که ممکن انتخاب نشه، چون اصلا فکر نمیکنه انتخاب نمیشه، به محض اینکه انتخاب نشه تضاد شروع میشه. از همینجا دانش آموزی درس خونده تا شب کنکور انتظار داره کنکور قبول شه، مطلق رفته سراغ اینکه قبول شه. البته انرژی درونی انسان هم همینه، میگه تو باید بری به سمتی که 100% قبول شی. اما اگر یک دفعه اومدیم و خدا نخواست شب امتحان این مریض شد نتونست بره، میدونی چه فاجعه براش رخ میده؟ چون از قبل خودش آماده نمیکنه برای این لحظه. در این حالی که ما کاملا مثبت و با انرژی و با قدرت به سمت تحقق برنامه و ذهنیتمون داریم میریم، در واقع به اینم باید فکر کنیم که این احتمال وجود داره که بنا به دلایلی که خارج از کنترل ماست، با تمام فکر و اندیشه همه چی درست ماشین ورداشی داریم میره طرف امتحان، یک دفعه ماشین خراب میشه، خدای نخواسته تصادفی میشه، مقصرم اینها نیستن، خارج از دست اینهاست، خدای نخواسته نمیتونه به امتحان برسه. ما باید همیشه پیش بینی کنیم که امکان این که امور غیر قابل پیش بینی و امور حادثی ناگهان پیش بیاد وجود داره. پس چون از قبل خودمون داریم آماده میکنیم، لحظه ای که این اتفاق افتاد کانفلیکت تضاد به وجود نمیاد. تضاد که به وجود اومد، مشکل تضاد این است که بلافاصله پشت سر خودش اضطراب به وجود میاره. اضطراب که به وجود بیاد، منطق و اون آرامش انسان ازش میگیره. انسان دیدین گاهی اوقات با عجله شروع میکنه فکر کردن. اون ریلکسیشن یا آرامش درون همیشه به انسان کمک میکنه که انسان در موارد حساس تصمیم گیری مناسب انجام بده. این نکته بود که فرمودید من توضیح بدم. در مجموع جنبندی بخوام بکنم این است که عزیزانی که از وضعیت موقعیت حاضرشون در گذشته و حسرت خوردن به گذشته استفاده میکنند، خودشون دارن تضاد در درون خودشون تقویت میکنند. تقویت این تضاد یعنی استراب، بروز استراب یعنی منفی نگری هستن. این ریشه داره اصلا منفی نگری رو روش میده بیره بالا. لازمش این است که بگیم آقا زمان گذشته مال گذشته است، ما فاتح مزا گذشته رفت، ماضی تموم شد. البته آقای دکتر میونه کلامتون ببخشین، بزرگان میگن که این عبارتی هست که میگن گذشته چراغ راه آینده است. این وجود داره، یعنی ما باید از اشتباهاتی که کردیم از گذشته یا حالا نکات مثبت استفاده بکنیم. اون برگشته به اینکه خاطرات رو هی بخوام مرور بکنیم و حسرت گذشته رو بخوریم، اون کار غلطه. بله فرمایش شما کاملا درست است که ما از گذشته برای اینکه اتفاق نیفته، تکرار نشه، امر منفی برای آینده استفاده میکنیم. یک بار اگه خاطرتون باشه عرض کردم، خاطر عزیزانمون باشه عرض کردم که وقتی یک رفتاری میخواد انجام بشه، یه مرحله خیلی سادهش این است که فکر، احساس، رفتار. یعنی اول فکر تحقق پیدا میکنه، منجر میشه به یه احساس، منجر میشه به یه رفتار. مثلا اگه خاطرتون باشه زدیم که مثلا ما تو مجلسی نشستیم یه دفعه لبخند میزنیم، لبخند رفتاره. چرا؟ برای اینکه حس خوشایندی بهمون دست داد. احساس خوشایند از چه بود؟ یاد جوکی که افتادیم. درست شد. اگر شما این احساس رو بگیرین، 100 دفعه یاد اون جوک بیفتین لبخند نمیزنین. من بحثی که دارم میکنم همینه. شما احساس وجودی رو، ما احساس وجودی اکنونمون رو برای گذشته ای که عدم شده به کار میگیریم. دیدین؟ بعضیا چنان از گذشته صحبت میکنم که حیف شد، این خونه رو از دست دادیم. دیدین؟ 10 سال پیش، 5 سال پیش، 4 سال پیش یه معامله نتونست انجام بده، همش که حیف شد. با یکی نتونست ازدواج کنه، میگه حیف، ای کاش ما با اون ازدواج کنیم. هنوز احساس اون روزو آپ تو دیت امروز داره. انگار همین الان احساس رخ داده. این تضاده. این منفی نگریه. به عنوان سابقه تاریخی تو ذهنش هست، بله. بله یه خونه بود ما پیگیری کردیم نشد. حتما حکمتی هم درش بود نشد. این مثبت نگریه. یعنی خیلی پدیده هست ما نمیدونیم چیه. من بعضی هم میگن آقا این قانع کردن خیشتنه. من میگم نکته مثبتیه بازم. چرا؟ دو وجه در نظر بگیرید که من به گذشته فکر کنم همش حرص بخورم. یک، توانایی الانم از دست میدم. شرایط حالم از دست میدم. درست؟ یه موقع از به گذشته فکر میکنم، حتی خودم رو قانع میکنم. میگم آقا حکمتی بود، قسمت نبود، نشد. لااقل حالم خوب سیف میکنم، یعنی رنج دیگه نمیبرم. حتی اگر بعضی اینجوری هم نگاه کنن بازم مثبته.
در حالی که بنده معتقد هستم که واقعا جهان یک سری عوامل و شرایط پدیده های در هم تنیده است. یه وقتی اتفاقی برای انسان نمیفته، بعدا انسان متوجه میشه که واقعا نبود میافتاده و انسان خیلی بهش علاقه داشته. در قرآن میفرماید بعضی چیزها هست که شما خیلی دوست دارید ولی براتون خوب نیست. اصلا توحب بشهن و کرهن لکم. اگه برای اینکه اشتباه نکنن در بیان آیه، همون فارسیشو میگم، بعضی چیزها هست که شما خیلی دوست دارید، علاقه دارید ولی به نفعتون نیست، و بعضی چیزها که اصلا علاقه ندارید، به نفعتونه. علاقه دکتر، باور به این قضیه خیلی کار سختیه. باورش مهمه. من تو این بحث هم عرض میکنم مثبت نگری از این باور فقط شکل میگیره. چیزی است که شما علاقه دارید ولی به نفعتون نیست، و چیزی که ظاهرا علاقه ندارید ولی به نفعتونه. این نکتهش خیلی مهمه که ما چگونه باید خودمون رو هماهنگ کنیم با آنچه که میتواند به نفع ما باشه. یک سری بحث استدلالی داره، یکیش همین، من از خودمون بنشینیم یه روز فکر کنیم ببینیم واقعا این هم ما وقتمون رو میذاریم که حسرت گذشته رو میخوریم چی گیرمون میاد. یادمون باشه حسرت گذشته به هیچ وجه چراغ راه آینده نخواهد بود، حسرت گذشته، ولی تحلیل گذشته میتونه چراغ راه آینده باشه. چی دارم اینجا عرض میکنم خدمت عزیزانمون؟ احساس گذشته یا فکر گذشته. وقتی تحلیل میکنیم بدون احساس فکری به گذشته میکنیم، میبینیم اشتباهامون کجا بود. بله، ما باید اشتباهامون رو ببینیم. همین الان شما فرض کنید بچه‌ها میان، بزرگا بچه‌ها فرق نمی با کامپیوتر کار میکنن، یه دفعه میبینن که یه هنگ کرد اصطلاحاً، باید مسیری رو که رفتن چک کنن ببینن کجا اشتباه بود. این درسته، ولی اینکه هی بگن عصبی بشن، انرژی منفی بدن، داریم جلوی اینو بگیریم. درسته. ما در گذشته زندگیمون به هر نحوی بوده، اتفاقی برام افتاده و اتفاقی هم نیفتاده، اتفاقی مثبت و منفی زیاد داشتیم. ما تو منفی وقتی وارد میشیم میگیم ببینیم چرا این منفی شد، خیلی عاقلانه بهش باید نگاه کنیم. وقتی تحلیل میکنیم که آها، اتفاقا یکی از دلایل این که اون داستان شکل نگرفت که من عصبی برخورد کردم، همینجا متوجه میشم که نباید عصبی برخورد کنم. این درسه که شما اشاره کردید. ببین اینا با هم تفاوت داره. بنابراین در مجموع ما بیاییم زمان حال رو، وجودمون رو، فکرمون رو، روحمون رو، احساسمون رو برای ترقی، رشد و تعالی خودمون به کار بگیریم. اینو میگیم مثبت نگری. بسیار عالی. آقای دکتر، میخواستیم این جلسه در مورد ارتباط متقابل اعضای خانواده صحبت بکنیم و اینکه ببینیم که چطور میتونیم با این اندیشه مثبت کاری بکنیم که توی خانواده، اعضای خانواده با همدیگه رفتار مسالمت‌آمیز و بهتری داشته باشن. اتفاقا بس خوشبختانه در واقع تو فرایند خودش به همین نکات هم داره میرسه که اشاره فرمودید. معمولا نگرش مثبت هرچند یه امر فردی است ابتدایش، ولی در رفتار متقابل خودشو نشون میده. مثلا شما وقتی یه نفر نگرش منفی داره، در رفتار متقابل دارید میبینید، شما یه برخورد میکنید، مواجهه میبینید. کما اینکه اون مثالی هم که جلسه پیش شما زدید مثال خیلی خوبی بود که اگر یک خانم یا آقایی بخواد شروع کنه مثبت اندیش بشه و همسرش شروع نکنه، تو رفتار متقابل نه همیتونن تقویت کنن همدیگر رو مثبت، همیتونن منفی تقویت کنن. پس یک بحث این است که رفتار متقابل به ما بیان میکند که چه کسی اندیشه مثبت یا منفی داره. نکته دیگر این است که اصلا رفتار متقابل یعنی رفتاری که ما بسیاری از ذهنیات و امور غیر مادی رو در رفتار یعنی امور عینی تجلی میدیم. مثلا من فکرم رو، ذهنم رو، احساسم رو با کلام میتونم تجلی بدم، یا مثلا با گفتگو یا با نوشتن، اینا همه رفتاره. رفتار که دو طرفه میشه، اصطلاحا در خارجی میگن، انگلیسی میگن اینتراکشن، یک رفتار دو سویه. در رفتار اینتراکشن یا دو سویه دو طرف باید سود ببرن. این نکته خیلی مهمیه. قرار نیست فقط یک نفر سود ببره، و اتفاقا اگر رفتار منفی باشه دو طرف ضرر میکنند. یعنی هر دوی ما انسانها، برید اعضای خانواده، شوهر و همسر، خانمش و فرزندان، اینا باید رفتارهاشون جوری باشه هر طرفین فایده ببرند. مثلا پدری که با فرزندش با آرامش و حسن خلق داره صحبت میکنه و به تعبیر ما انرژی مثبت بهش منتقل میکنه، فرزندش داره سود میبره. درسته؟ درسته.
وقتی فرزند از این آرامش بهره مند میشه، عواطف خودش آرامش رو به پدر منتقل میکنه، او هم داره سود میبره. وقتی پدر عصبی میشه، تون میشه به فرزندش، فرزند عصب ناراحت میشه، سود که نمیبره ضرر میکنه، گریه میکنه، میره دل پدر میشکنه، از این بابت پدرم ضرر میکنه. خب رفتار متقابل ساده ترین نوع رفتاری در خانواده است، حتی در سطوح بالاتر بین زوجین، بین برادر و خواهرها این وجود داره. یعنی وقتی زوجین با هم با به اصطلاح نگرش مثبت صحبت کنن، یک رفتار متقابلی است که با هم میتونن سود ببرن، در غیر این صورت هر دو ضرر میکنن. پس بنابراین یکی از کاربردهای مهم نگرش مثبت اتفاقا در درون خانواده است که موج مثبت در خانواده همه رو میتونه رشد بده و موفق کنه. مثلا بسیار از ایراداش نمیتونن نگیرن، خطا پوش باشند، از صفت الهی استفاده کنند، ستار العیوبه. مگه قرار نیست همه، واقعا قرار همین است که همه صفات الهی داشته باشیم تا مثبت باشیم؟ هر کی میخواد مثبت نگر باشه، اینو مطلقا خدمتش عرض میکنم، صفات الهی رو داشته باشه مثبت نگر میشه. یکی از صفات الهی ستار العیوبه، درسته؟ اگر خداوند عیب های ما رو پوشونده میپوشوند، آبرو برای هیچ کسی نمیموند. دقیقاً. درسته؟ عیب ها و گناهانی ما داریم که اگر ذکر بشه هیچ کسی نمیتونه زندگی کنه، اصلا تو چش دیگر نمیتونه نگاه کنه، همه رو خداوند میپوشونه. چرا ما تو زندگیمون این کارو نمیکنیم؟ چرا خطای همدیگه رو به رخ هم میکشیم دائما؟ ببینید، آدمایی که خطای همدیگه رو به رخ هم میکشن، آدمای مثبت نگری نیستن اتفاقا. آدمایی که خطا رو میبینند ولی سعی میکنند به طرقی به فرد غیر مستقیم متوجهش کنند که این خطا تکرار نشه، خب اینها آدمای مثبت نگریند. البته یه موقع یه چیز خطرناک اتفاق میفته، مثلا بچه رفته میخواد چاقو رو بعد آدم در لحظه ممکنه خودم جدی جلوش بایسته، اینا رو من عرض نمیکنم، من فکر کنم بحثم کاملا مشخصه. خیلی از افراد دائما دوست دارن با هم گوشه و کنایه بزنند، اصلا گوشه و کنایه و نیشخند زدن، ریشخند گرفتن منفی نگریه. این خیلی نکته مهمی آقای دکتر، من اصلا این بحث رو میخواستم یه جلسه صحبت کنم. به نظرم یکی از بدترین عادتهای انسانها میتونه نیش و کنایه زدن یا مطلق گفتن باشه، برای اینکه واقعا اگر یه نفر با یه نفر دیگه مشکلی داشته باشه یا از دستش ناراحت باشه، راحت میتونن با هم بگن من مثلا با این، ولی این که دائم این رواج پیدا میکنه، این به اون مطلق میگه، اون به اون کنایه میزنه، این بار منفی و انرژی منفی آن چنان آزاردهنده است، حتی کسای دیگه‌ای که در اطراف اینا هستن هم از اون ناراحتی رو میگیرن، دقیقاً انرژی منفی رو میگیرن. یه بار بد نیست مثلا بنشینیم خودمون تحلیل کنیم مکانیسم، اصطلاحا ما توی جامعه خودمون میگیم تیکه انداختن به همدیگه و کنایه زدن، حالا به خصوص تو جمع. یه خودمون برای چی این کارو کردیم؟ برای اینکه خودمون آروم کنیم. یک نیاز کاذبی در درون ما هست که دائما بیداره، نخفته و ما رو ترغیب و تحریک و تشویق میکنه به این که بزن تو ذوقش، تیکه بنداز، اصطلاحاً روشو کم کن. چرا؟ برای اینکه من از درون آروم بشم. این منفی، این نگاه، این نگاه آدم منفیه، چه این منفی عرض. چرا من طرف رو مثلا این فرد رو در جمع تحقیر کنم؟ چون معمولا با کنایه انداختن افراد تحقیر میشن. یکی از روش های تحقیر کردن دیگران تیکه انداختن دیگه اصطلاحاً. چرا دوست دارم دیگر رو تحقیر کنم؟ چون با تحقیر کردن اون من آرام میشم. این دقیقا حرکت منفیه. آدمای منفی نگر این کارو میکنن، منفی اندیشیه این. چرا؟ برای اینکه حیات من در تخریب دیگری است. این منفی اندیشیه، نه قرآنیه، نه الهیه، نه انسانیه. مثبت نگری میگه حیات دو در حیات دیگران است. برای اینکه تو حیاتت خوب ادامه بدی، با دیگران هم حیاتشون باشه. برای اینکه ما انسان‌ها با هم رابطه متقابل داریم، ما انسان‌ها با هم می‌خوایم رشد کنیم. خب انقدر از این ظرایف توی زندگی ما هست، اگه ببینیم یه دقیقه بشیم خودمون رو، یه وقتی ایام شب‌های خیلی مناسبی است بنشینیم فکر کنیم که چرا ما اون وقت این رفتار انجام دادیم. نیازی نیست دیگران به ما بگه، خودمون فکر کنیم آیا نیروی کاذبی در درون ما به ما جهت نمیداد این کارو بکن؟ حس می‌کردیم آروم نیستیم این کارو کنیم. اینجاست که می‌ریم می‌بینیم قرآن، به خصوص روایات و فرمایشات بزرگان و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اصحابشون، یارانشون، تمام اینها بیانگر این است که عفو گذشت. در مباحث اخلاقی علمای اخلاق میگن عفو فقط این نیست که شما با لفظ عفو کنی،
میگن سه مرحله داره عفو واقعی که در انتهاست مثبت اندیشی فوق العاده اونجاست. مرحله اول این است که آقا ما از شما گذشتیم، باشه شما در حق ما خطا کردید، ندید میگیریم، هنوز تو دلم مونده. تو مرحله دوم صفحه دل من پاک میکنم، نه واقعا اصلا ناراحت نیستم ازش، یعنی اینجور میگه نه واقعا خدا خیرت، ناراحت نیستم. مرحله سومی که دعاش کنی در حقش نیکی کنی، اونجاست که مثبت اندیشه واقعی شدیم ما. اونی که تیکه میندازه، اونی که کنایه میزنه، اونی که تحقیر میکنه، اونی که تو جمع طرفو تخفیف میکنه، اهل عفو نیست، مثبت اندیش نیست. نه تنها نباید این کارو بکنه، بلکه باید به اون حداقل دسترسیش که دعا کنه اگه کار نمیتونه کنه. بعضی میگن عجب، طرف در حق شما بدی کرد، شما داری دعاش هم میکنی؟ میگه بله، من دارم خودم رو رشد میدم. هیچ وقت فکر نمیکنیم چقدر مهمیم، ارزش داریم خودمون. انسان خیلی ارزش داره. ما با رفتاری که انجام میدیم هم خودمون رو داریم بی ارزش میکنیم، هم با رفتاری منفی منظورم هست، هم دیگران رو. کسی که گذشت میکنه خودش رو بالا برده، کسی که گذشت میکنه خودش ارزشش میره بالا. پس بنابراین آنچه که برای ما مهم هست این است که ما در مثبت اندیشی بایستی حتما رفتار متقابلی رو تنظیم بکنیم که بتونیم بین ما و دیگری این ارتباط مناسب و افزاینده باشه. درسته. آقای دکتر، اگر که این سوال خود من پیش اومده، اگر که در فرض مثلا یک آدمی اهل کنایه زدن یا همون منفی نگر باشه، آیا این ریشه خانوادگی داره؟ یعنی این به صورت یعنی اینجوری تربیت شده و حالا که اینجوری تربیت شده تغییرش به این، البته گفتیم که تغییر کردن و حالا خانواده یا زن و شوهر میتونن به هم تاثیر بذارن، ولی یا طرف مقابل، یعنی مثلا شما توی جمعی یه نفر به شما متلک میگه، بعد شما طرف مقابل اون هستی، اون داره شما رو آزار میده، آیا من نوعی میتونم یه کاری بکنم که اون رفتار رو دیگه ادامه نده؟ یه نکته رو من اینجا اشاره کنم. اتفاقا در چنین مواردی میفرماید و اذا مروا باللغو مروا کراما. اگه کسی به شما لغو گفت، از مصادیق بارز لغو دیگه، لغو انسان رو منفی اندیش میکنه، از مثبتن مانع مثبت اندیشی است. اگر کسی به ما تیکه انداخت به اصطلاح تو جمعی کنایه زد، جوابش ندیم. چرا؟ ما جوابی میخواهیم بدیم، اگه جواب بدیم که بچر ببرو دیگه، یعنی اصطلاحا حالا او تحقیر بشه. پس درون ما هم یک درون منفی شکل گرفته، نیاز کاذبی شکل گرفته که من باید او رو از صحنه خارج کنم، اصطلاحا که به کار بردید روشو به کار بردیم روشو کم کنم. به معنی اینکه این رفت، او هم شروع میکنه برای اینکه حالا دوباره جواب بده، اون سیکل معیوب شروع میشه. یه جای این سیکل معیوب باید قطع بشه. او اگر میگه به خاطر اینکه از درون دچار مشکله، بس بذار بگم من که از درون دچار من نوعی که از درون دچار مشکل نیست، ادامه نمیده. ممکنه یه بار دیگه ادامه بده، بگی چیزی برای گفتن ندارین، خیلی رام دیدم نه پاسخی واقعا ندارین، شما حتی دوست داشتین گفتین دیگه. خیلی وقت من تو جمع ها خودم دیدم کسی که به دیگری برخورد منفی کرده، دیگری خیلی عاقلانه عالمانه آرام جواب نده، همه به این توجه کردن، احساس کردن چقدر آدم خوبی بود، چقدر آدم متینی بود، احساس به همه دست داد. دقیقاً. و انگار که اون شخص بزرگتر میشه. بله، اصلا میگم وقتی جاهل با شما برخورد کرد، بگین سلام علیکم، خداوند هدایتت کنه. در واقع ایناش که توی قرآن و توی روایات زیاد اومده، یعنی ما تمام رمز و رموز مثبت اندیشی رو در منابع دینی داریم. اینا رو باید به صورت کاربردی فقط بشینیم استفاده هاشو بیان کنیم. یه نکته دیگه هم که فرمودید که اینها چگونه میشه حالا به وجود بیاد، من البته نمیدونم چقدر فرصت داریم. اگر متاسفانه کمتر از 2 دقیقه فرصت. خب پس من اینو میگذارم جلسه بعد توضیح بدم، چون چند دقیقه بعد توضیح بدم. که فقط در جنبندی که میتونم عرض کنم این است که یک، خودمون بنشینیم ببینیم آیا به کار گرفتن وجود و فکر، یعنی مجموعه وجود ما که امر مثبت خودش، در تبیین عدم که عملا امر منفی است و وجود نداره، آیا خودش موجب منفی نگری میشه یا نه؟ که میشه. پس وجود رو در امر موجود یا مثبت باید به کار گرفت. دو، به جای اینکه بنشینیم حسرت بخوریم و بگیم چرا من اینجوری، چرا، بنشینیم بگیم چگونه تغییر ایجاد کنم. این نکته دوم. نکته سوم، هر وقت میخوایم یک برخوردی بکنیم، مثلا جواب کسی رو بدیم یا کنایه و دیگه، یه لحظه اول در درونمون مکث کنیم، یه لحظه
ببینیم چقدر نیاز داریم به اینو بگیم، چه عاملی در درون داره من تشویق میکنه اینو بگم. و نکته دیگر اینه که وقتی میخوایم عصبانی بشیم، رفتار منفی انجام بدیم، فقط چند ثانیه، 10 ثانیه، 15 ثانیه صبر کنیم بعد انجام بدیم. دلیلش این است که رفتار منفی، همونطور که عرض کردم، رفتار هیجانی، چون حرکتش خیلی سریعه، اگه 10 ثانیه به عقب بندازی، اون قدرت انفجاریش از دست میده. قدرت انفجاریش از دست رفت، دیگه انجام نمیشه. اینا یه سری ظریف عملی است که میشه ازشون استفاده کرد. ممارست میشه به نتیجه رسید. خیلی ممنون آقای دکتر. فکر میکنم در جلسه آینده هم بازم باید روی مثبت نگری و رابطه اعضای خانواده باز هم باید صحبت کنیم. ممنون از لطف و راهنماییات. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، از اینکه با ما همراه بودین بسیار بسیار ممنونیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشین و حتما با ما در تماس باشین، از نظراتتون ما رو بی بهره نگذارین و شب و روز بر شما خوش باد. خدا نگهدارتون.